به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به گزیگر از ویدیو های چینل جنرال بلاس خوش آمدید. پوتین: وضعیت افغانستان بحرانی است. پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی خوانده است. پوتین به تازگی در نشست مجازی سازمان همکاری شانگهای گفته است که وضعیت در افغانستان هنوز بحرانی است. او در ادامه افزوده که در شرق میانه و شرق افریقا نیز درگیری ها خاموش نشدند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته که قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و حملات سایبری افزایش یافته است. پیش از این مقام های روسی گفته بودند که مواد مخدر افغانستان توسط هواپیماهای نظامی به اروپا قاچاق می شود. پوتین همچنان در پیامی که به مناسبت 101مین سالگرد استقلال کشور برای جمهور غنی فرستاده بود، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به نفع کشور دانسته بود. گفتنی است که روسیه نگران گسترش فعالیت گروه داعش در ولایت‌های شمال افغانستان نیز است. مقام‌های نظامی این کشور بارها درباره افزایش نفوذ داعش در شمال افغانستان هشدار دادند. اندرابی: حمله بر امرالله صالح شبیه حملات شبکه کنی است. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله میگوید در حمله بر کاروان موترهای حامل امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از مواد استفاده شده که در گذشته شبکه کنی در حملاتشان از آن استفاده کرده است. آقای اندرابی چهارشنبه 20 سنبله در تویت نگاشته است که بر اساس معلومات ابتدایی در این حمله از مواد RTX استفاده شده است. او افزوده است نوعیت مواد و حمله مشابه به سایر حملات است که شبکه قانی در گذشته مسئولیت می گرفت. کاروان موتر حامل آقای صالح صبح امروز منطقه چارایی سابق تیمنی را هدف یک انفجار قرار داد و وزارت داخله گفته که مواد انفجاری در یک کراچی جاسازی شده بود. امرالله صالح در این حمله زخم سطحی برداشته است. وزارت امور داخله اعلام کرده که در این انفجار 10 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر از جمله چند تن از محافظان آقای صالح زخم برداشتند. طالبان ساعت پس از حمله اعلام کردند که این حمله کار آنان نیست. این حمله واکنش های داخلی و خارجی را در پی داشته است. دولت افغانستان، سیاسیون اتحاد اروپا و وزارت خارجه پاکستان این حمله را تروریستی خوانده و محکوم کردند. شبکه حقانی در کجای روند سال قرار دارد؟ علی موسوی، خبرگزاری افق. امریکا روی کاغذ شبکه حقانی را یک جریان تروریستی می داند و رهبران آن را تحریم کرده است. اما وقت سخن از صلح با طالبان به میان می آید، کس از شبکه حقانی نام نمی برد. این در حال است که شبکه حقانی متحد با بازوی نظامی گروه طالبان محسوب می شود و در سالهای گذشته نیز ماشین اصلی ترور طالبان از سوی این نیرو هدایت و رهبری می شده است. بر این اساس پیام صلح هم قرار است متقد شود. باید با شبکه قنی باشد، زیرا ماشین اصلی جنگ طالبان در افغانستان با موتور این شبکه عمل می کند. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گفته که بر اساس معلومات ابتدایی در این حمله چهارشنبه بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مواد انفجاری نوع RDX HMC استفاده شده که بیانگر ارتباط این حمله با شبکه حقانی است. آقای اندرابی گفته که مواد در دیگر حملاتی که در گذشته شبکه حقانی مسئولیت آن را بر عهده گرفته استفاده شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری حمله بر آقای صالح را نقص سری روند صلح خوانده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور نیز حمله بر آقای صالح را محکوم و تاکید کرده که عاملین این گونه حملات دشمنان صلح و ثبات هستند که پیوسته به خشونت‌هایشان در برابر دولت و ملت افغانستان ادامه می‌دهند. حنیفه حتمر سرپرست وزارت خارجه هم ضمن محکوم کردن این رویداد گفته است که دشمنان وطن با این گونه حملات مانع روند صلح شدن نمی‌توانند. عزم ما برای رسیدن به صلح خلل ناپذیر است. این بار نخستین بار نیست که شبکه حقانی به دست داشتن در خشونت‌های مرگبار و ترورهای هدفمند در افغانستان متهم می‌شود. این اتهامات صرفاً به سالهای قبل از آغاز رسمی مذاکرات امریکا و طالبان و
و امضای پیمان صلح میان آنها هم محدود نمی شود، بلکه پس از امضای توافق دوحه نیز استثمار یافته است. این نشان می دهد که صلح و مشکلات پر شمارش بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می آید، اما شاید در میان همه مشکلات بزرگترین آن موجودیت نیروهای به نام شبکه خونی باشد. آمریکا روی کاغذ شبکه خونی را یک جریان تروریستی می داند و رهبران آن را تحریم کرده است. اما وقت سخن از صلح با طالبان به میان می آید، کس از شبکه خونی نام نمی برد. این در حال است که شبکه خونی متحد با بازوی نظامی گروه طالبان محسوب می شود. و در سالهای گذشته نیز ماشین اصلی ترور طالبان از سوی این نیرو هدایت و رهبری می شده است. بر این اساس پیام صلح هم قرار است منفعید لزوم باید با شبکه خونی باشد. زیرا ماشین اصلی جنگ طالبان در افغانستان با موتور این شبکه عمل می کند. شبکه خونی اما با وجودی که از امتیازات صلح میان امریکا و طالبان بهره‌مند شده، گمده ترین آنها عدم حمله نیروهای خارجی بر جنگجویان و هسته های نظامی این شبکه و نیز آزادی هزاران زندانی وابسته به آن از جمله انس اقانی و جمالی خان بوده، هیچ تعهد رسمی در قبال صلح نداده است. بنابراین از نظر حقوقی هیچ کس نمیتواند شبکه قانی را وادار به لزوم نسبت به اصول توافق صلح میان امریکا کند و یا از آن شبکه بخواهد که به قواعد بازی صلح با طالبان احترام بگذارد و از حجم خشونتهایش بکاهد. به لحاظ سیاسی، گرچه نام انس اقانی در ترکیب هیئت سیاسی طالبان برای مذاکره با دولت دیده می شود، اما این امر پیش از آن که نشانگر تحمیل و تعهد سران این شبکه مقفوب به صلح و پیامدهای آن باشد، بنای قدرت و نفوذ در بازی های درون سازماندهی گروه طالبان است. تا در صورتی که صلح مستقر شود، شبکه اقانی هم در متن آن قرار داشته باشد و از امتیازات آن بهره‌مند شود. با این حال، راست آزمایی و صداقت سنجی تعهد واقعی شبکه اقانی به پیش از نیازها و قواعد و اصول صلح را رفتار نیروهای آن در میدان نبرد نشان می‌دهد. شبکه اقانی که هنوز قوی متحد به مهندسی و ارجای هملاک‌ترین حملات تروریستی می‌شود، نمی‌تواند طرف قابل اعتماد برای صلح باشد. در واکنش‌های رهبران سیاسی افغانستان به حمله بر امرالله صالح نیز این نگرانی برجسته شد. گمده ترین پیامد منفی و مخرب این حمله برای صلح است. نکته که با توجه به اعلام وزارت امور خارجه به معنای آن است که بزرگترین دشمن صلح شبکه اقانی است. نیروهای کت آمریکا هم درباره جایگاه مبهم آن در چشم انداز صلح سکوت کرده و دولت افغانستان نیز هنگامی که درباره صلح با طالبان سخن میگوید، به نحو پستش برانگیز درباره شبکه اقانی چیزی نمیگوید. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.